درود بر شما، به کانال شب رو خوش اومدین. برای حفظ حریم شخصی از اسامی غیر واقعی استفاده شده. این یه داستان واقعی است. قضاوتم با خود شماست. ممنون میشم که زحمت لایک کردن و سابسکرایب و کامنت گذاشتن رو شما بکشید و تا پایان این داستان با من همراه باشید. از تمام پسرها متنفر بودم و دیگه از نزدیک شدن بهشون میترسیدم. 2 ماهی میشد که از دانشگاه رفتنم میگذشت. اون پسر که اسمش افشین بود کلن زیر نظرم داشت. همش چشمش به من بود. میخواستم خفش کنم. به امتحانات ترم چیزی نمونده بود که یه روز تو حیات دانشگاه صدام زد و گفت من عاشقت شدم و میخوام چند ماهی باهات باشم تا به اخلاقیات تو آشنا بشم. گفتم من قصد ازدواج ندارم، به فکر کسی دیگه ای باشی لطفا. ولی دست بردار نبود و هر روز این حرفا رو میگفت. امتحانات داشتن تموم میشدن و منم از این که میخواستم برم دیدن بابا و داداشم خوشحال ترین بودم. آخرین امتحان رو هم دادم و خوشحال و شاد اومدم خوابگاه وسایلم رو جمع کنم. افشین همچنان منتظر جواب بود ولی اصلا محلش نمیذاشتم. وسایلم رو جمع کرده بودم که فردا برم شهرمون. چون دیر وقت بود باید فردا صبح میرفتم. عصر بود که دراز کشیده بودم و گوشیم زنگ زد. جالب بود. با صدای پریشون گفت شقایق هرچه زودتر خودتو برسون. داداشت اصلا حالش خوب نیست. گفتم چی شده؟ گفت وقت ندارم بگم، فقط تو رو خدا خودتو برسون. خدایا حالا من چی کار میکردم؟ زود یه آژانس گرفتم و غروب بود که حرکت کردم. چند ساعتی توی راه بودم و توی تاریکی شب بود که رسیدم شهرمون. از ماشین پیاده شدم، دویدم سمت خونمون که آدم ها جمع شده بودن. داداشم تو حیات بود و یه نفس راحت کشیدم که اتفاقی واسش نیفتاده. منو دید و اومد سمتم، بغلم کرد و گفتم داداش خدا رو شکر سالمی، چی شده بود؟ داداشم گریه کرد. چقدر گریه مرد دردناکه. گفتم داداش تو رو خدا بگو چی شده. از داخل خونه صدای گریه عمه ها میومد. داداشم گفت با شقایق بابا رفت. اونجا بود که فهمیدم بابام فوت شده. با گریه جیغ زدم نه، غیر ممکنه. یکی از عمه هام همراه با ژاله اومدن بیرون، بازومو گرفتن و منو بردن داخل. وسط خونه روی تشک بابامو گذاشته بودن و روشم پارچه سفیدی کشیده بودن. منتظر من بودن که بیام ببینمش و بعد دفنش کنم. با گریه و داد و بیداد خودمو انداختم روی بابامو، پارچه رو زدم کنار. صورت آروم و معصومش کاملا سفید شده بود. موهای خاکستریش چه خوشحالت بودن. دستایی گرمش که همیشه قوت قلبم بودن حالا یخ زده بودن. تا میتونستم کنارش حق حق گریه کردم. با صدای گریه هام هر کسی که اونجا بود گریه میکرد. داد میزدم و میگفتم بابا پاشو، مگه قرار نبود فارغ التحصیلی منو ببینی؟ مگه نمیگفتی بعد از اینکه مدرک تو گرفتی دیگه خیالم راحته؟ اونقدر داد زدم و گریه کردم. نمیدونم کی بود اومد و جدام کرد و پارچه رو کشید روش. همه رفته بودن، فقط فامیلا بودن که تا صبح با همون موندن. تا خود صبح، تا اون سوز سرمای پاییز روی پله ها نشستم و تا میتونستم اشک ریختم. صبح که شد بابام رو برا همیشه به خاک سپردیم. بابایی که بعد از نبود مادرم هم برام پدر بود هم مادر. حالا من دیگه کاملا یتیم شده بودم. حالا دیگه نه پدر داشتم نه مادر. از قبل تنها تر شده بودم. مراسم 3 و 7 بابامم گذشت. عصر روز 3 بود که پدر و مادر کیانوش اومدن. به ژاله گفته بودن که از کیانوش هنوز هیچ خبری ندارن و ژالم بهشون گفته بود که رفته ترکیه. هیچ یک از خاله هام و بچه هاش نیومدن مجلس بابام. از همشون متنفر بودم. چند روز گذشت و همه رفتن سر خونه زندگیشون. داداشم و ژاله و من مونده بودیم. شریک بابام پول شراکتشون رو داده بود به داداشم. داداشم گفت که من به این پول احتیاجی ندارم، پیش تو باشه، باهاش دانشگاه تو تموم کن. کلید خونه رو هم دادن به من و گفتن که هر وقت تعطیل شدی بیا خونه. 40 بابام که تموم شد در خونه رو قفل کردم و برگشتم دانشگاه. همین که وارد حیات دانشگاه شدم افشین با لبخند اومد و جلومو گرفت. گفت معلوم از کجایی شقایق خانم؟ حوصله‌شو نداشتم. گفتم کاری داشتین؟ گفت چرا چند روز پیداتون نیست، خیلی وقت منتظرتونم، خدا رو شکر که اومدی.
خودم رو کنترل کردم که چیزی بهش نگم و رفتم کلاس. بعد از کلاس میخواستم برم خوابگاه. منتظر تاکسی موده بودم که یه ماشین مشی کنار پام ترمز کرد و شیشش رو برد پایین. توی ماشین نگاه کردم. افشین بود. لو پامو پر از باد کردم و با هرس پف بلندی کشیدم و رفتم جلوتر منتظر تاکسی بمونم. اومد کنارم و گفت از خانم متشخصی مثل شما واقعا بعید این رفتار. لطفا سوار شو، کارت دارم. وگرنه هر جا بری میام دنباله. گفتم به نظرت این رفتاری که شما انجام میدین درسته؟ من با شما چه حرفی میتونم داشته باشم؟ هر حرفی دارین همینجا بگین لطفا. گفت اولا من یه نفرم و چند نفر نیستم که جمع میبندیم. دوما حرفم زیاده، اینجا که نمیشه بگم. دیدم ولکن نیست و به ناچار سوار شدم. خوشحال بود و لبخند میزد. گفت که هر جا که میگی بریم. گفتم لطفا حرفاتو بزن آقای محترم، الان در خوابگاه بسته میشه. گفت چه اشکالی داره بسته بشه؟ خب میریم خونه ما. با حرص نگاش کردم، تازه متوجه شد که چی گفته و سرشو خاروند و گفت منظورم به عنوان مهمان بود که میبرمت پیش مامانم. گفتم نگهدار، پیاده میشم. گفت باشه باشه، الان حرفامو میگم، فقط ازت میخوام با دقت گوش کنی. و شروع کرد. اول از خودش گفت اسمم افشینه، 25 سالمه و 3 تا داداشیم که دوتاشون ازدواج کردن و فقط من بودم. بابام کارخونه داره و با 3 تامونم اونجا کار میکنیم. با حقوقش ماشین و خونه برا خودم خریدم. دستم به دهنم میرسه و محتاج کسی نیستم. درسم هم که تموم بشه معاون یه بخش از کارخونه میشم که طبیعتاً حقوقم بالاتر میره. مامانم اصرار داره ازدواج کنم، چون سنم که بگذره دیگه شور و شوق ازدواج رو ندارم. اونایی که من انتخاب میکنم و اونا پسند نمیکنن، اونایی که اونا انتخاب میکنن رو من نمیپسندم، ولی مطمئنم که تو رو پسند میکنم. من همون لحظه که دیدمت عاشقت شدم، حالا میخوام باهات ازدواج کنم. خب فکراتو بکن و بهم جواب بده. جواب که دادی مامانم و زنداداشام میان ببینن تو باهات صحبت کنن، مطمئنم که میپسندن. گفتم مگه قراره با اونا ازدواج کنن که میان منو بپسندن؟ گفت این یه قانون توی خانواده ما، پس تو کاریت نباشه. گفتم که میپسندنه. دیگه رسیده بودیم دم در خوابگاه. گفت فردا بهم جواب بده و بوق محکمی زد و رفت. اون شب خیلی با خودم کلنجار رفتم. افشین هیچ کم و کسری نداشت، ولی من میترسیدم به کسی دل ببندم. تا خود صبح فکر کردم. هیچ کس رو نداشتم که باهاش درد و دل کنم. تصمیم گرفتم بهش بله بگم و خودم رو از این تنهایی نجات بدم. فردای اون روز بهش بله گفتم و ازش خواستم که به حرفای منم گوش بده. میخواستم مریضیم و جریان کیانوش رو بهش بگم. نمیخواستم از همون اول تو زندگیم دروغ باشه. تمام ماجرای زندگیم رو براش گفتم. حتی گفتم که ممکنه مریضیم دوباره برگرده. افشین خوب گوش میداد. گفت فعلا که خیلی هم سرحال و قبراقی. آخر هفته که میری خونتون من مادرمو میفرستم واسه دیدنت. نمیدونم دوستم داشت یا الکی میگفت میام خواستگاری. بعد از کیانوش از همه ترسیده بودم. به هیچکی نمیتونستم اعتماد کنم. ولی تصمیم گرفتم این سری به داداشم بگم. میخواستم بیاد و راجع به افشین تحقیق کنه. به افشین گفتم که من آخر هفته میرم خونه، ولی 2 روز بهم فرصت بده. افشین پرسید که چرا؟ گفتم کارت نباشه، 2 روز بعد بهت میگم. آخر هفته شد و رفتم خونم. زنگ زدم داداشم اومد و ماجرای افشین رو بهش گفتم. داداشم اولی کم ناراحت شد و گفت که دانشگاه میری درس بخونی یا دنبال شوهر میگردی؟ گفتم داداش این با همشون فرق میکنه، تو رو خدا یه تحقیق کوچولو راجع بهش بکن. گفت هر چی پیش بیاد مسئولش خودتی. یا آدرس خونه افشین رو دادم. فردای اون روز همراه دوستش رفتن شمال واسه تحقیق. هر چقدر زنگ می زدم جواب نمی داد. تا اینکه غروب بود که خسته و کوفته اومد خونه. قلبم می لرزید. گفتم داداش چی شو؟ تحقیق کردی؟ گفت کل محلشون تعریفشو می کردن. تا اینکه رفتیم یه قلیون سرا. توی قلیون سرا یه مرد میان سال بود. ازش آروم پرسیدم ما اومدیم اینجا راجب فلانی تحقیق کنیم. راست حسینی به همون بگو، چون که ما اینجا غریبیم و کسی رو نمیشناسیم، یه امر خیر پیش رو داریم، تو رو خدا راستشو به هم بگو. مرد میان سالم گفت بهتون میگم، ولی بین خودمون باشه، این آقایی که شما ازش حرف میزنین دختری که از فامیلای دور ما رو گرفته بود که بعد از یه مدتی از هم طلاق گرفتن. علت طلاقشون هم اذیت کردنای این آقا بوده.
میگفتن کلن به همه چی بدبین و مشکوک بوده. حالا الله و علم، خدا میدونه که آیا زنش واقعا گناهکار بوده که پسره بهش بدبین شده یا خصلت و اخلاق این پسره اینطور بوده. سوس شدم و از تصمیمی که واسه ازدواج گرفته بودم منصرف شدم. آخر هفته افشین زنگ زد و گفت که مامانش میخواد بیاد. گفتم فعلا آمادگیشو ندارم، خودم بهتون چند روز دیگه خبر میدم. افشین ناراحت شد و گفت که چیزی شده؟ گفتم فردا تو دانشگاه میبینم تو بهت میگم. فردای اون روز رفتم دانشگاه، تمام ماجرا رو براش تعریف کردم، تحقیق داداشم و طلاق دادن زنشو. افشینم اخماش رفت و همو گفت هر کی همچی غلطی کرده از هیچی خبر نداشته. نامزد سابق من با دوست پسرش رابطه داشت که طلاقش دادم، الانم با همون پسر ازدواج کرده، میتونی بری تحقیق کنی. گفتم ناراحتی من از این نیست، از اینه که به هم نگفتی یه بار نامزد کردی. خلاصه خیلی حرف زدیم. گفت که ترسیدم جوابت منفی باشه. گفتم هیچ وقت به هم دروغ نگو، خواهش میکنم. قرار شد آخر هفته مادرش و زن داداشش بیان خونم. خونه رو مرتب کردم و لباس مناسب پوشیدم و وسایل پذیرایی رو هم آماده کردم. عمم و شوهرش و داداشم و ژاله هم بودن، غیر از اونا کسی رو نداشتم. زنگ در رو زدن، یه مرد و دوتا زن اومدن داخل. افشینم باهاشون بود. قلبم داشت از سینه میزد بیرون. داداشم و ژاله رفتن استقبالشون. عمم گفت که استرس نداشته باش دخترم و داشت لبخند میزد. اومدن نشستن و واسهشون چای بردم. مادرشون خانومی که بعداً فهمیدم زن داداش افشینه سر تا پامو نگاه میکردن. افشین سرش پایین بود، حرف و حدیثا رو داشتن میزدن که مادر افشین گفت من دوتا عروس آوردم، دوتاشونم خودم انتخاب کردم. پسر من افشین قبلاً با یکی چند ماهی نامزد بود که خودش انتخاب کرده بود، بعدش هم طلاقش شد. پس از خدا میخوام که این یکی خیر باشه. زن داداشش یه جوری با نفرت نگاه میکرد، نمیدونم چرا. حرف و حدیثا که زده شد آروم به داداشم گفتم اینا که از مریضی من خبر ندارن، فقط افشین خبر داره، میشه تو بگی تا منم بقیهشو بگم؟ داداشم گفت نه نگو، وقتی افشین نگفته تو هم نگو، بعدن با مشورت با اون بهشون میگی. نمیدونم چرا حرفشو گوش دادم و منم نگفتم. بعد از انجام مراحل و آزمایشات توی دفترخونه عقد کردیم و شدم زن قانونی و رسمی افشین. چقدر افشین خوشحال بود. من رفته رفته داشتم عاشقش می شدم. قرار شد یه جشن خیلی بزرگ نامزدی بگیرم. مادر افشین می گفت می خوام یه جشن شاهانه بگیرم، چون این آخرین پسرمه و دیگه هیچ جشنی نیست که برای بچه هام بگیرم. تمام خریدا انجام شد و کارا رو انجام دادیم. بهترین وسایل و لباس عروسی و طلا و خرت و پرتا رو برام گرفتن و رفتم آرایشگاه. چقدر دوست داشتم مامان و بابام تو این مراسم بودن. چقدر آرزو داشتن که منو تو لباس عروس ببینن. چشام که اشکی شد آرایشگر گفت عزیزم الان وقت گریه نیست، آرایشت خراب میشه، گریه تو نگه دار واسه وقتی که داری از خونه بابات میای بیرون. افشین اومد دنبالم و وقتی منو دید چشاش مثل همیشه برق میزد. رفتیم یه تالار بزرگ، همه منتظرمون بودن که این پسر شاه پریون با کی ازدواج کرده. بیشتر از همه نگاه های زن داداش دوم افشین اذیتم میکرد، ولی به روی خودم نمی آوردم. خلاصه جشن نامزدی هم تموم شد و چند ماهی گذشت. هر روز توی مهمونی بودم و هر روز از طرف فامیلای ثروتمندش یه کادوی گرانبهام بهم میدادن. افشین که خونه تازه خریده بود داشت واسه عروسیمون آمادش میکرد. یکم کارای نیمه کارش مونده بود و هنوز ماجرای مریضیم و کیانوش و مادر و خانوادش نمیدونستم. امتحانات ترم دوم که تموم شد توی تدارکات جشن عروسی بودیم. رفته بودیم خرید و وسایل رو آوردیم خونه مادر افشین. داشتیم نگاهشون میکردیم که زن داداش دوم افشینم اونجا بود. یهو بی هوا برگشت و گفت عزیزم سرطان گرفته بودی، الانم کاملا خوب شدی یا نه؟ مادر افشین گفت با کی هستی؟ شقایق مگه مریض بوده؟ تنها بودم میان جمعشون. جاریم بالاخره زهرش رو ریخته بود و من تنها و بیدفاع نمیدونستم چی بگم. بغض خفه کننده ای اومد سراغم و نتونستم جلوی گریم رو بگیرم. اشکام دونه دونه میریختن. مادر افشین گفت شقایق آره؟ حدیث راست میگه؟ با
با گریه گفتم قبلا مریض بودم که رفتم خارج از کشور و حالم خوب شده. الانم سالمم و هیچ مشکلی ندارم. مادر افشین متعجب نگاه میکرد. انگار از ازدواج پسرش با هم پشیمون شده بود. گفت زینت؟ زینت خانومی بود که تو خونهشون کار میکرد و اون روز واسه کمک اومده بود خونهشون. زینت دوید اومد پیشش و گفت بله خانم. مادر افشین گفت این خرت و پرتا رو جمع کن و بریز تو چمدون تا که آقا بیاد. زینت وسایل رو جمع کرد. همچنان سرم پایین بود. جاری خوشحال از این موضوع لبخند به لب گرفت و رفت آشپزخونه. یک کم بعد افشین اومد. اشکامو دید و با ناراحتی پرسید که چی شده. چیزی نگفتم. مادرش صدای زد رفت تو اتاق. صداشون میومد. مادرش گفت که اینه همون دختری که پسندیدی؟ بگو مگو میکردم. افشین اومد بیرون و گفت دیگه بعد از این آخرین بارت باشه که پیش اینا گریه میکنی. هر که هرچی بهت گفت جواب دندون شکن بهشون بده. بعد از اینم نبینم که یکی داره چغالی زندگی منو میکنه. به جای این کارو بره چرک روی گردن پیراهنای شوهرشو بشوره. جمله آخرشو محکمتر گفت که جاریم بشنوه. قیافه جاریم دیدنی بود. یعنی کارت میزدی خونش در نمیومد. روز عروسی رسید. مادر افشین و زنداداشش برام قیافه گرفته بودن. بهترین و زیباترین و خوشگلترین عروس شده بودم. عروسی به بهترین شکل ممکن برگزار شد. اونقدر از دور و نزدیک مهمون اومده بود که حیاتشون دیگه جا نداشت. ولی حال مادر افشین همچنان پکر بود. چند ساعت به صبح مونده بود که عروسی تموم بشه. افشین گفت بریم خونه خودم. مادر افشین پاشو توی کفش کرد که خودمو میکشم اگه بریم. امشب باید اینجا بمونم. جاری بزرگم که یونش با هم خوب بود گفت به خاطر اثبات باکری بودنت میگه اینجا بمون، چون این بلا رو سر ما هم آورده. افشین هر کاری کرد نتونست جلوی مادرش مقاومت کنه. اون شب هر طوری شده بود با درد و ترس گذروندم و شدم زن قانونی افشین. درد داشتم و افشین نوازشم میکرد. قبل از رابطه‌مون مادر افشین ته کرده بود که پارچه سفید یا هر چیزی که دلیل بر سالم بودن و باکره بودنم هست رو بدم به زینت، اونم ببره پیش اون. حوالی ظهر بود که با خستگی و درد با صدای ضربه زدن به در و صدا کردن زینت خانم از خواب بیدار شدم. افشین پیشم نبود. زینت گفت بیا و این سینی کوچولوی صبحانه رو بگیر و اون امانتی رو بده برام. اومدم کنار تخت خوابم و هر جا رو گشتم اون پارچه اونجا نبود. لعنت فرستادم به تمام این قوانین سنتی که اینطور باید پاک بودن و ثابت کنم. اومدم از اتاق بیرون. گفتم زینت خانم پارچه رو یکم بعد میارم. گفت مادر شوهر تاکید کرده همین الان ببرمش. گفتم بذار افشین بیاد. چشم. زینت با قرولند رفت. صبحونه رو خوردم و تا ظهر از اتاق بیرون نرفتم. افشین اومد. زود دویدم سمتش و با خجالت سرمو انداختم پایین و گفتم افشین اون پارچه کجاست؟ گفت پارچه رو بردم انداختم سطل آشغال. با ناراحتی گفتم واسه چی انداختیش؟ مامانتونو میخواست. افشین عصبانی شد و گفت خودم جوابشو میدم. پیش من باید پاک باشی که بودی. دیگه به کسی ربطی نداره. از ناراحتی فشارم افتاده بود پایین. حرسم گرفته بود. وقت نهار بود که صدامون کردم بریم نهار بخوریم. مادرش با حرص نگاه میکرد. قبلش افشین تاکید کرده بود که مغرور باشم و خودم و پیششون دست کم نگیرم. نهار رو که خوردیم افشین گفت بابت تمام زحماتتون ممنونم و رو به من اشاره کرد و گفت بریم. مادرش قاشق و کوبید به بشقاب و گفت کجا؟ افشین گفت خونمو. مادرش گفت به زنت بگو امانتی رو بیاره. بعد هر جا که خواستیم بریم. نگاه همو دوختم به افشین. داد و بیدادشون شروع شد. افشین گفت به من باید ثابت می شده که شده. دیگه هیچ کدومتون تو زندگی و مسائل شخصی من دخالت نکنین. زنداداش کوچیکش تو گوش مادر افشین پش کرد و رفتم اتاق لباسامو پوشیدم و از خونه زدیم بیرون. افشین ماشین رو روشن کرد که مادرش رو به من کرد و گفت دختره یه هرزه، فکر میکنی نمیدونم دختر نبودی و سر پسرمون شیره مالیدی و شدی زنش؟ وگرنه دلیلی واسه قایم کردن نبود. و محکم در رو بست. دیگه نخواستم به چیزی فکر کنم. سوار ماشین شدم و سرم رو گذاشتم رو شونه افشین و رفتیم خونه خودمون. یه خونه دوبلکس با متراژ حدوداً 110 متر و با تمام امکانات و وسایل.
من خوشبخت‌ترین زن عالم بودم و از خدا می‌خواستم که این خوشبختی هیچ وقت تموم نشه. زندگی جریان داشت و حدود 2 ماه از زندگی مشترک من و افشین می‌گذشت. توی این مدت داداشم و جاله و عمه هام یه بار اومده بودن دیدنم و خانواده افشینم 2-3 باری. یه روز توی خونه تنها نشسته بودم که زنگمونو زدن. تصویر مادر افشین به همراه زن داداشاش توی آیفون دیده شد. اومدن داخل و اول از همه چی مثل همیشه به بررسی خونه و یخچال و اتاقا پرداختن. بعد از پذیرایی مادر افشین گفت من 2 ماه منتظرم، پس نمیخوای بهمون خبر بارداری تو بدی؟ گفتم فعلا بچه نمیخوای. گفت فقط تا ماه بعد فرصت داری، وگرنه به فکر هوو تو زندگیت باش. گفتم ما فعلا بچه دوست نداریم، انشالله 1 سال بعد. گفت خبر دارم که مریضی و نمیتونی بچه دار بشی، ولی اگه تا 1 ماه آینده بچه نیاری دیگه ازمون به خاطر بعضی از رفتارها ناراحت نشی. یا بعد از رفتنشون دلشوره افتاد به جونم. من با اینکه هیچ جلوگیری هم نداشتم نمیدونم چرا باردار نمیشدم. 1 ماه هم گذشت، افشین اصلا از بچه هیچ حرفی نمیزد و خیالم از بابتش راحت بود، ولی ترس از مادر شوهر داشتم و از حرفها و کاراش. اون روز پریود شدم و ناراحتی 2 چندان اومد سراغم. هر آن منتظر بودم که الان برسه. 10 روز که گذشت دوباره اومد و گفت چی شد؟ من منتظرم. و به دروغ گفتم چند روزه که از پریودم میگذره، خودم به وقتش خبرتون میکنم. زد به پشت دستش و گفت آخ چرا یادم نبوده موقع اومدن یه تست بارداریم بخرم. از این همه پررویی و وقاحت شرمم میشد. بلند شد و رفت و موقع رفتن گفت که توی این 1 هفته باید خبرشو هم بدی. به افشین گفتم که دلم واسه داداشم تنگ شده، میشه بریم اونجا؟ الکی میگفتم که 1 چند روزی از اونجا دور باشم. با هم دیگه رفتیم. کنار اونا خیلی به هم خوش میگذشت. زن داداشم میگو صورتت خیلی غمگینه، چی شده عزیزم؟ از زندگیت راضی نیستی؟ انگار منتظر یه فرصت باشم تا دلم خالی کنم. تمام ماجرا رو براش گفتم. گفت که زندگی خصوصی شما چه ربطی به مادر شوهرت داره؟ کسی حق نداره بهت بگه چرا بچه دار نمیشی. گفتم جاله، ولی من واقعا دلشوره دارم. اگه به خاطر مریضیم بچه دار نشم زندگیم واقعا از هم میپاشه. اونم مادره، حق داره پدر شدن پسرشو ببینه. زن داداشم یکم به هم روحیه داد و 2 روز بعد برگشتیم خونه. دوباره سر و کله مادر افشین پیدا شد. این سری دیگه هرچی از دهنش در اومد به هم گفت. گفتم فعلا نمیخوام بچه دار بشم، به خودم و شوهرم مربوطه، هرچی تو دلم بود خالی کردم. عصبانی شد و گفت که پس بشین و تماشا کن دختری پر رو، فکر میکنی نمیدونم بچه دار نمیشی؟ 1 ماه بعد خودت با چشای خودت میبینی چه بلایی سرت میارم. حرفاش مثل پتک میخورد تو سرم. واقعا دلشوره گرفتم. تصمیم گرفتم برم پیش دکتر زنان. با پرس و جو بهترین دکتر زنان رو پیدا کردم و رفتم پیشش. تمام مریضیمو براش توضیح دادم. معاینم کرد و گفت که رحمت آمادگی بارداری طبیعی رو نداره و هیچ وقت نمیتونی طبیعی باردار بشی، ولی میتونی از طریق لقاح مصنوعی و کاشت بچه بیاری و شوهرت هم باید برای این روش مکررن باهات بره دکتر. اون موقع ها این کارا جدیدترین شیوه بچه داری بود و هر کسی اینطوری بچه میوورد فکر کردن بچه یکی دیگه است، یعنی از یه مرد دیگه است و هنوز براشون جا نیفتاده بود. چشمان پر از اشک شد و با ناامیدی برگشتم خونه. با خودم گفتم که دیگه کارم تمومه. اگه مادر شوهرم بفهمه میگه دیدی حرفم درسته و تو نمیتونی باردار بشی و افشینم مصمم به زن گرفتن میکنه. تصمیم گرفتم با خود افشین صحبت کنم. هرچی که نباشه اون خودش تحصیل کرده است و این چیزا رو خوب میفهمه. وقتی باهاش صحبت کردم به فکر فرو رفت و گفت که باشه انجامش میدیم، ولی نمیخوام که خانواده‌ام بفهمن. مخفیانه میرفتیم دکتر. دکتر تمام موارد رو بهمون میگفت. حتی بهم گفت که باید کاملا استراحت مطلق باشی، وگرنه کوچکتری حرکت مخالفی منجر به سقط میشه. هزینه یه لقاح مصنوعی واقعا سرسام‌آور بود و دکتر برای ریسک سقطش 3 قلو میخواست بکاره. با هیچ کس راجع به این مورد صحبت نکردیم و اون روز من خوشحال رفتم برای انجام این کار. البته همون روز انجام نشد. کلی آزمایش و دوا و دارو و چکاب انجام دادیم و نزدیک 1 ماه طول کشید که آماده بشم برای انجام لقاح.
با تمام درد و سختیایی که بود لقا انجام شد و دکتر تاکیدای لازم رو کرد. افشین ماشین رو آروم میروند و مواظبم بود. بی کسی و بدبختی اونقدر سخته که من اونجا آشکارا بی کسی رو فهمیدم. از اینکه کسی نبود که توی اون روزای اول مواظبم باشه. خدا خدا میکردم که توی این ماهای اول بارداری کسی نیاد خونم. دکتر گفته بود که چند ماه اول اگه خطر رو بگذرونی ماهای دیگه راحتی. آروم آروم راه میرفتم. مواقع ضروری مثل دستشویی رفتن یا حموم کردن از تختم بلند میشدم. افشینم یه کارگر زن گرفته بود که عین مادر یا خواهر برام کار میکرد و غذا میپخت و کمک حالم بود. اگه اون زن نبود من حتی یه روزم نمیتونستم بچه هامو تو شکمم نگه دارم. حدود دو ماهی گذشت و ویارام شروع شد. به کمک اون زن تا به اینجا رسیده بودم و از خدا خواستم که اگه بچه هامو سالم به دنیا بیاره همراه با خودمون ببریمشون مشهد. اوایل ماه سوم بارداری بودم. راستی اینم بگم که یه ماه و نیم باردار بودم که افشین با گل و شیرینی رفته بود خونه پدر و مادرش و بهشون خبر داده بود و گفته بود که دکتر برای خانومم استراحت مطلق نوشته و دوره استراحتو که گذرون میارمش اینجا ببینینش. مادرشم باور نکرده بود و فکر میکرد که دروغ میگیم و میگفت که نمیذاریم بریم پیشش و میترسی ببینیم که باردار نیست. اوایل ماه سوم بارداری بود. دکتر گفت که دیگه میتونم خیلی آروم پیاده روی کنم. اون شب افشین به مادرش گفت که شام درست کن که با هم بریم پیشش و من خوشحال و شاد یک لباس خوشگل بارداری پوشتم و آرایش کردم و رفتم. همشون اونجا بودن. بعد از شام و پذیرایی چایی میخوردیم. مادر افشین گفت میشه به شکمت دست بزنم؟ آخه من با لمس کردن میتونم تشخیص بدم بچه پسر یا دختر. نمیدونم میخواست مطمئن بشه باردارم یا واقعا میخواست جنسیت رو حدس بزنه. اولش نخواستم اجازه بدم ولی به خاطر اینکه باورشون بشه حاملم گفتم باشه. لباسمو دادم بالا و بعد از لمس گفت باردار که هستی ولی جنسیتشو نمیتونم حدس بزنم. من مطمئن شدم که به خاطر اطمینانش از باردار بودنم این کارو کرد. موقعی اومدن به خونه بود که روی پله ها نشستم کفشامو بپوشم. یه دفعه آب گرمی رو توی لباس زیرم حس کردم. اولش اهمیت ندادم و گفتم چیزی نیست ولی وقتی که از جام بلند شدم دختر جاری بزرگم گفت زنم اون لباست پر از خونه. نگاه کردم دیدم پشتم و جایی که نشسته بودم پر از خون شده. مادرش سراسیمه گفت افشین زود باش برسونش بیمارستان بچه تلف میشه. هممون وحشت زده همو نگاه میکردیم و بی اختیار اشکای چشم میریختن. افشین ترسیده بود. دوید تا ماشین رو روشن کنه. مادرش دستم رو گرفت و آروم آروم میرفتیم سمت ماشین. همه نگران بودن. مادر افشین گفت من همراهت میام. افشینم سری رفت سمت بیمارستان. تا رسیدم به بیمارستان یه عالمی خون ازم رفت و صندلی ماشین پر از خون شده بود و فقط گریه میکردم. رسیدیم بیمارستان و با برانکار منو بردن داخل. دکتر وضعیتمو که فهمید گفت آمادش کنیم واسه سونوگرافی و مراقبت‌های ویژه. فقط من میدونم و خدای خودم که چقدر التماسش کردم و نذر و نیاز کردم که حداقل یکی از بچه‌ها زنده بمونه. دکترها بالای سرم جمع شده بودن و بعد از معاینه و سونوگرافی گفتن که هر چه زودتر باید بره اتاق عمل. نمیدونستم چرا میبرنم اتاق عمل. تا که چند ساعت بعد وقتی که به هوش اومدم درد شدیدی رو توی شکمم حس کردم و وقتی خواستم بلند شم و نتونستم پرستار گفت که خانم محترم مواظب باش شما تازه عمل شدید. گفتم بچه هام چی شدن؟ سالم؟ گفت متاسفانه هر ستاشون تلف شدن. سقف بیمارستان دور سرم چرخید و حرفای خانم دکتر اومد تو ذهنم که قبل از کاش بهم گفته بود این آخرین مهلت زندگیته، چون بعد از اون به هیچ عنوان نمیتونی کاشت انجام بدی و نمیتونی باردار بشی. پلکامو گذاشتم روی هم و با حقهای مداوم اونقدر داد زدم و ناله کردم و عشق ریختم که پرستار دید نمیتونه جلومو بگیره. رفته بود افشین رو خبردار کرده بود. افشین اومد داخل اتاق و دستم رو گرفت و با گریه گفت شقایق بسه الان بخیاد میپرن و داد میزدم و میگفتم افشین افشین مگه قرار نبود باهاشون بریم مشهد؟ من دیگه تا آخر عمرم نمیتونم مادر بشم. و
و همینطور سیل اشکام بود که روی گونه هم جاری بود. افشینم با هم گریه میکرد. چند ماه بعد هرچقدر منتظر میموندم وقت دادگاه نمیشد. به افشین گفتم پس چی شد؟ گفت من طلاقت نمیدم شقایق، هر کجا میری برو. از حرصم رفتم و خودم درخواست طلاق دادم. افشین فقط یک شب، همون شبی که ازدواج کرده بود، تنهام گذاشته بود. سایر شبها کلم پیشم بود و تنهام نمیذاشت. بی شرط قبول کرد که طلاقم بده، اونم این که بهم سر بزنه و هر مشکلی داشتم کمکم کنه. طلاقم هم که خودتون میدونی به خاطر چی بود. مادرش وقتی که فهمید دیگه بچه دار نمیشم، به افشین گفت که باید طلاقم بده، هرچند که اون زیر بار نمیرم. ولی من از بس که حرف و حدیثاشون رو شنیدم دیگه خسته شدم و تصمیم گرفتم که خودم رو از این وضعیت نجات بدم. چند وقتی میشد که طلاق گرفته بودم و افشین تمام خرجم رو توی مدت میداد. داداشم هم کمک حالم بود. اون رو تصمیم گرفته بودم که برم و دیگه خونه بابام زندگی کنم که خبر رسید افشین تصادف کرده و تو بیمارستان بستری. خودم رو زود رسوندم بیمارستان. یه زن خیلی خوشگل و خوشتیپ روی نیمکت پیش زن داداش کوچیکش نشسته بود و روی شکمش رو گرفته بود و داشت گریه میکرد. زن داداشش که منو دید با سرعت اومد پیشم و گفت که مگه تو طلاق نگرفتی؟ اینجا چه غلطی میکنی؟ گفتم نه ترس، نیومدم خواهرتو از چنگش در بیارم. گفت عددی نیستی که بتونی از چنگش در بیاری، وگرنه اگه عرضه داشتی نگهش میداشتی. گفتم اگر شیطان صفتایی مثل شماها بذاره، شوهر بعضی از زنها میمونن پیش زنشون و خون زندگیشون. بحث و بگو مگوی ما بالا گرفت. مادر افشینم بهشون ملحق شد و دیدم که نمیتونم باهاشون مقابله کنم. برگشتم خونه و ناراحت و غمگین از اینکه نتونسته بودم افشینو ببینم دراز کشیدم. با گریه خوابم بود. یکم بعد با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم. جاری بزرگم بود. گفت هر چه زودتر خودتو برسون بیمارستان. افشین به هوش اومده و میگه که میخواد شقایقو ببینه. همش تو رو صدا میکنه. نمیدونم چطور لباسامو سری پوشیدم و دویدم سمت خیابون و سوار تاکسی شدم و رفتم بیمارستان. همشون چپ چپ نگاه میکردن. اهمیتی ندادم. رفتم پیش افشین. سرش باندپیچی شده بود و دست و پاهاش هم تو گچ بود. سلام کردم. چشاشو به زور باز کرد و گفت اومدی؟ گفتم آره. گفت دیگه هیچ جا نرو شقایق. این تقاص کاری که خدا با هم کرد. گفتم افشین تو ترکم نکردی که، من خودم ازت طلاق گرفتم، پس خدا هیچ وقت ازت تقاص نمیگیره. یه دستش که سالم بود و دراز کرد سمتم و دستش رو گرفتم و به آرومی دستم رو فشار داد و گفت از اینجا که مرخص شدم یه کار مهم باهات دارم. گفتم استراحت کن و به هیچی هم فکر نکن تا زود خوب بشی. پرستار اومد و گفت که وقت ملاقات تمومه. ازش خدافظی کردم و اومدم بیرون. زن افشین و خواهرش از حرص قرمز شده بودن. مادر افشین اومد سمتم و گفت هر چه زودتر خونه رو خالی کن، عروسم بارداره و میخواد بیاد خونه خودش. تازه فهمیدم زن افشین حامل است. هیچی نگفتم، اومدم خونه. من قبل از اینکه اون بگه داشتم میرفتم خونه بابا مادر و دیوارای این خونه دیگه برام غریبه شده بود. فهدای اون روز با دو تا چمدون راهی خونه بابام شدم. سهم من از تمام زندگیم فقط همین دو تا چمدون بود. کم مونده بود برسم خونه که دوباره جاریم زنگ زد و گفت که افشین میخواد دوباره ببینتت. گفتم بگو مریضه، یه روز دیگه میاد. نمیخواستم افشینو ببینم و به خاطر من زندگیش خراب بشه، حالام که دیگه یه بچه تو راه داشتم. رسیدم خونه بابام و همه جا رو با وجود خستگیم برق انداختم. داداشم و جالم اومدن پیشم و بهم کمک کردن. جاری میگفت که افشین داره خوب میشه و یکی دو هفته بعدم گچ دست و پاشو باز میکنن. میگفت که افشین رفته خونه که با هم بودیم و گفته که به هیچی هم دست نزنن. بچه‌ش هم رفتن سونوگرافی و پسره. خلاصه هر روز حالشو میپرسیدم. 3 ماه بعد بود که زنگ درو زدم. چادرمو انداختم سرم و دویدم حیاط. درو که باز کردم افشین پشت در بود. وقتی دیدمش جا خوردم. لاغر شده بود. استخونای صورتی زده بود بیرون. سلام کردم و جواب داد. دیدی وقتی کسی از ته دل دوستش دارین و بعد از مدت‌ها میبینینش چه حالی میشه آدم؟ قلب منم همون لحظه داشت از جاش کنده میشد. گفت میتونم بیام تو؟ گفتم بفرما، خونه خودته.
نشست روی پله و گفت نمیخوام وقتی کسی ببینه برات حرف در بیاره. شقایق برگرد پیشمون، خواهش میکنم ازت. گفتم افشین تو دیگه زن و بچه داری، بی خیال من شو. اینا رو میگفتم در حالی که دلم آشوب بود. دلم میخواست بغلش کنم و بگم نرو، پیشم بمون، یا هر جا که میری منم ببر. دلم میخواست فریاد بزنم و بگم که عاشقشم، بگم نمیتونم فراموشش کنم. ولی یاد اون بچه بیگناه که میافتادم از حرفام منصرف میشدم. گفت شقایق من عاشقتم، بدون تو نمیتونم، خواهش میکنم اجازه بده صیغت کنم، صیغه مادام العمر. گفتم چه فرقی میکنه، خب باز همون هوو حساب میشم دیگه، اینطوری که نه من زندگیم خوب میشه نه اون بنده خدا. افشینی کم حرف زد و گفت که من میرم و بعد از به دنیا اومدن بچه دوباره میام، وقتی هم که بیام باید یا زنم بشی یا اینکه اونو طلاق بدم. افشین که رفت فکرم مشغول شد و با خودم گفتم خدایا حالا من چه کار کنم؟ اگه زنش بشم مادرش و زنداداشش زنده زنده منو میسوزونن. راجع به اومدن افشین به اینجا با هیچ کسی حرف نزدم. هر روز به جاریم زنگ میزدم و میگفت که افشین همیشه با زنی سر جنگ و دعوا داره و تازگیام رفتن خونه که قبلا بودیم. یه روز من با یه خانومی اومدن خونمون و اون خانومم کلن رفتار و طرز کار کردن من زیر نظر داشت. از همم پرسیدم که این خانومه کیه که با خودت اووردی؟ گفت اومده تو رو واسه پسرش که زنش موقع زایمان بچهشون فوت کرده انتخاب کنی. چشام برق زدن و گفتم که این گزینه مناسبی برای ازدواجه، میتونم بچهش و بچه خودم کنم و با ازدواجم باهاش افشینم میره سر خونه زندگی. به عمم گفتم بگو بیاد ببینمش و دو کلام باش حرف دارم. عمم فکر کرد که میخوام از مریضیم حرف بزنم، ولی من حرف مهمتری داشتم. عمه گفت باشه و مادر اون پسره که اسمش عارف بود گفت که فردا دوباره میاد و رفتم. هر شب داداشم میومد پیشم، تمام ماجرا رو براش تعریف کردم. گفت عارف و کامل میشناسه و مرد خیلی خوبیه. فردای اون روزم تنها نشسته بودم و پیاز خورد میکردم که درو باز زدم. عارف و خواهرش و مادرش پشت در بودن. هیچ کس از ماجرای خواستگارشون خبر نداشت و من فقط ترسم از افشین بود و هیچ کسی هم برا مهم نبود. عارف یه مرد نسبتاً هیکلی بود که ماشین و خونم داشت، ولی از بد شانسی زنش موقع زایمان فوت کرده بود و دخترش هم یه سال و نیمه بود. ولی چون دلم پیش افشین بود و حرفای اونو تو ذهنم مرور کردم بهش جواب رد دادم. خلاصه چند روزی گذشت و مخفیانه مجددن به عقد افشین در اومدم. یه روز به افشین زنگ زدم و گفتم که بیاد به همون پارکی که همیشه قرار میذاشتیم. از اومدنم خبر نداشت. فریاد زد که تو اینجا چه کار میکنی؟ مگه نگفتم این طرف ها نیا؟ اگه بفهمن میدونی چی میشه؟ شقایق تو چرا اینقدر سر خود کار میکنی؟ گفتم بیا اونجا، تلفنی که نمیشه بهت بگم. قطع کردم. با خودم میگفتم افشین که از اومدنم اینقدر ناراحته، اگه بفهمه میخوام به باباش بگم چیکار میکنه و عکس العملش چیه. آخه میدونی چه تصمیم میگرفته بودم؟ میخواستم به خانوادش بگم که من دوباره زن افشین شدم. توی پارک نشسته بودم که یکم بعد افشین اومد. ناراحت بود و استرس داشت. اومد نشست کنارم و گفت چی شده؟ گفتم افشین میخوام به بابات بگم که زنتم، میخوام بگم که عاشق پسرشم، میخوام بگم که منم میخوام در کنارش زندگیمو بگذرونم و زندگی کنم. افشین گفت شقایق به عاقبتش هم فکر کردی؟ به اینکه با کاراشون و حرفاشون اذیتت کنن، به اینکه بابا ما رو هم مثل داداشم از خونه زندگیش بندازه بیرون، اون وقت میخوای چجوری زندگی کنی؟ گفتم انشالله که نمیندازه و مطمئنم که داداشتو هم بعد از چند ماه یا سال میبخشه. گفت زندگی قشنگمونو به خاطر انتقام یا دق دادن زن داداش کوچیک خراب نکن. گفتم چرا دقش بدم؟ خب بخوام دق بدم که میتونم به خودش زنگ بزنم افشین، من نمیخوام مخفیانه زندگی کنم. داد زد و گفت ولی این کار رو همون روز اولش قبول کردی، خودت موافقت کردی که مخفیانه باشه. گفتم بسپرش به من. اونقدر با هم حرف زد که نتونست متقاعدم کنه. تو هتل واسم یه اتاق گرفت و گفت که شب میاد. از پنجره اتاق بیرون رو نگاه میکردم، هیاهوی آدم ها رو. تو دلم میگفتم که خدایا چرا از میونه بنده هات باید من اینقدر زجر بکشم. شب افشین اومد و دوتایی رفتیم بیرون و تا نصف شب بیرون بودیم. اون بهترین همدم زندگیم بود و منم عاشقش بودم.
شب رو پیشم موند و گفتم که تو خونه نمیگن که کجا بودی؟ گفت بهشون گفتم که واسه محصولات کارخونه دنبال بازاریابم و رفتم یه شهر دیگه که قرارداد ببندم. بغلش برام آرام بخشترین مکان دنیا محسوب میشد. فردای اون روز دوتایی رفتیم کارخونه، جایی که پدر افشین اونجا بود. محل کارش یه اتاق بزرگ بود، داشت کاغذها رو جابجا میکرد که افشین بهش سلام کرد. باباش نگاهش فقط به من بود. گفتم سلام بابا. گفت سلام دخترم، چیزی شده؟ افشین بهم گفت بشین. نشستم روی صندلی و ماجرای ازدواجم با افشین رو بهش گفتم. تمام حرفامو بهش زدم و گفتم که من غیر از افشین نمیتونم با کس دیگه زندگی کنم و دوستش دارم. پدرشم در حالی که خودکار دستش بود گفت کجای زندگی من اشتباه بوده آخه؟ کدوم لقمه حرون توش بوده که پسر و آخر و عاقبتشون شده این کارا؟ اینا رو که داشت میگفت قلبش گرفت و سرفه کرد. گفت نفسم بالا نمیاد و زود رسوندیمش بیمارستان. افشین گفت اینم نتیجهش، حالا راضی شدی شقایق؟ تو دلم خوشحال بودم و میگفتم بذار بیان بیمارستان و منو ببینن و همه چیو متوجه بشن. حدسم درست بود. چند ساعت بعد مادر افشین و بقیه اومدن. مادر افشین وقتی اومد با دیدن من بهت زده نگام کرد و گفت این اینجا چه کار میکنه؟ افشین گفت فعلا وقتی این حرفو نیست مامان، باید بابا بره اتاق عمل، قلبش مشکل داره. چقدر دلم برا افشین میسوخت. هر کاری میکرد تا ناراحتم نکنن و منم ترسم از این بود که اگه بفهمن پدر افشین به خاطر حرفای من اینطور شده میخواستن با هم چیکار کنن. افشین آروم بهم گفت که برو هتل و اینجا نمون. زن افشین چپ چپ نگاش میکرد. بهش گفتم که هرچی شد خبرم کن. خداحافظی کردم و اومدم هتل. شب بود که افشین زنگ زد و گفت که پدرش به سلامت از اتاق عمل اومده بیرون و دکترم گفته ناراحتی قلبش خیلی وقته که تو وجودش بوده. خوشحال شدم که لااقل به خاطر حرفای من زودتر خودشو درمون کرد. چند روزی گذشت. افشین فقط یه بار بهم سر زده بود. اون روز زنگ زد و گفت که پدرش یکم حالش خوب شده و میخواد منو ببینه. قلبم میخواست بیاد تو دهنم. لباسامو پوشیدم و افشین اومد دنبالم. میرفتم خونشون که تمام کسایی که با هم دشمن بودن اونجا بودن. وقتی رسیدی مادرش با حرص نگاه میکرد. زن افشین گریه میکرد و زن داداش کوچیکم که انگار چند سال شکسته و پیر شده بود بهش دلداری میداد. وسط حال یه تخت بزرگ گذاشته بودن و پدر افشینم روش دراز کشیده بود. سلام کردم و نشستم کنار تخت. جاری بزرگ برام چای آورد. همشون چشمشون رو دوخته بودن به دهن پدر افشین که چی میخواد بگه و چه تصمیمی گرفته. چایمو که خوردم پدر افشین گفت اون یکیو که با یه زن گرفتن از شدت عصبانیت انداختمش از خونه بیرون. دیگه نذاشتم که تو کارخونه کار کنه. الانم زنشو برداشته و رفته ترکیه و ککش هم نمیگزه که زن و بچهش که اینجا چی شدن و چی میخورن. الانم که شماها با این کارتون چنان شوکی به هم وارد کردین که تمام اعتبارم زیر سوال رفته. رو به افشین کرد و گفت حالا آخرین حرفم اینه، اگه زندگی تو دوست داری و بچت برات مهمه میتونی با زن دومه تو هر وقت که بخوای تو کارخونه کار کنی و تو ارث و میراث هم شریکی، ولی اگه میخوای با این زن اول زندگی کنی سهم الارث خیلی کوچیکی بهت میدم و هر جا که خواستی برو. زن داداش وسطی که خواهر زن افشینم بود خوشحال از این تصمیم بلند شد و با خنده رفت که چای بیاره. افشینم چشماشو دوخ به چشمای پر از بغض و نگران منو گفت بابا همتون میدونین که من شقایقو خیلی دوست دارم و به خاطر بچه دار نشدنش مجبورم کردین که با این یکی ازدواج کنم، ولی این بی‌انصافیه که منو از خونه زندگیتون که اینقدر تو کارخونه زحمت کشیدم بندازین بیرون. پدرش گفت خب الان تصمیم تو چیه؟ افشینم گفت من میخوام همراه با بچه‌ام در کنار شقایق زندگی کنم. استکانو از دست زنداداشش افتاد و صدای شکسته شدن توی خونه پر شد. مادرش داد و بیداد میکرد و زن افشینم بلند شد و دکمه های مانتوشو بست و بدون که به ما نگاه کنه با هرس رفت. مادر افشین منو مقصر از هم پاشیدن زندگی افشین میدونست. گفتم پس چه کسی مسئول از هم پاشیده شدن زندگی منه؟ دعوا و داد و بیداد و بگو مگو شروع شد. مادر افشین اومد طرف و محلم داد و گفت از خونه من گم شو برو بیرون. افشینم با چشم و ابرو اشاره کرد که برم.
اومدم بیرون و از کوچه‌شون می‌خواستم رد بشم برم اون سمت خیابون که زن داداش افشین صدام زد و گفت آهای افریته، فکر کردی برگشتی میتونی زندگی خواهرمو از هم بپاشی؟ گفتم تو برو شوهرتو جمع کن، حالا باز خوب زندگی من به خاطر بچه دار نشدنم از هم باشید. زندگی تو چی شد؟ تو که خدا شکر پسر زاییدی واسه شو. خندیدم، دوید سمتم و یه سیلی محکم زد به موهاشو گرفتم و محکم کشیدم و با صدای جیغ ما افشین اومد بیرون، جدامون کرد. از لبم خون میومد. افشین گفت که شقایق بگه نگفتم برو کارشو نداشته باش. گفتم این زنی که اومد و صدام کرد و بهم حمله کرد. زن داداش افشین در حال که فحشم میداد رفت داخل خونه. معلوم بود که از حرفام بد سوخته. افشین سوارم کرد و رسوندم هتل. گفت به نظرت بهشون نمیگفتی چی میشد؟ تو که زندگیت آروم بود، با این کار باعث شدی آرامش همه به هم بخوره. رسیدیم هتل و به افشین گفتم که بیاد بالا، کارش دارم. وقتی اومد بغلش کردم و گفتم که باهام میمونی؟ تنهام که نمیذاری؟ گفت شقایق من هیچ وقت تنهاد نمیذارم. گفتم پس حرفای بابا چی؟ گفت یه فکری براش میکنم و خداحافظی کرد و رفت. بهم گفت که برگه شهرتون تا یه هفته دیگه منتظرم. فردای اون روز برگشتم و همه چیو برای زنداداشم تعریف کردم. جاله گفت اون یه بچه داره، درست نیست که از زن و بچهش جدا بشه. گفتم من باهاش کاری ندارم، فقط میخوام بدونن که منم زنشم. هر روز با افشین صحبت میکردم. 6 روز از قولی که افشین به هم داده بود میگذشت. اون روز هر چقدر زنگ میزدم جواب نمیداد. از صبح تا غروب منتظرش شدم ولی جواب نداد. با خودم میگفتم حتما میخواد سپرایزم کنه و یه هویی بیاد. باز دلم طاقت نیوورد و زنگ زدم بهش، کلن بوق میزد و افشین جواب نمیداد. دل شوره افتاد به جونم، زنگ زدم به جاری بزرگم، برداشت و گفتم عزیزم تو از افشین خبر داری؟ چرا هرچی زنگ میزنم جواب نمیده؟ من و من کرد و گفت مادرش رفته زنشو برگردونده و اینقدر تو گوش افشین گفته و گفته که افشین از دیروز خونه نیومده. صدای ضربان قلبمو میشنیدم. جاریم گفت شقایق ما فکر میکردیم افشین پیش توه، مگه اونجا نیست؟ گفتم نه من ازش خبر ندارم. با ناراحتی خداحافظی کردم و تا صبح خوابم نبود. منتظر بودم که هوا روشن بشه و برم دنبالش. دیگه باید سرنوشتم و قطعی میکردم، باید مشخص میکردم که آیندم چی میشه. صبح شده بود، لباسامو پوشیدم و با اولی ماشین سمت خونه و محل کار افشین را افتادم. تا خود شهرش آیت الکرسی میخوندم که چیزیش نشده باشه. رفتم محل کارش، از دوستش پرسیدم از افشین خبری داری؟ هیچکس ازش خبر نداشت. رفتم خونهشون، هرچقدر زنگ زدم باز نکردن. رفتم خونه جاری بزرگم، شوهرش خونه نبود. ازش راجع به افشین پرسیدم و اونم رفتارش مشکوک بود. گفتم تو رو جون بچه، من اینجا غریبم، هرچی شده بهم بگو. اونم بهم التماس کرد که به کسی نگم که از من شنیده. گفت افشین بین تو و زن و بچهش رو انتخاب کرده و گفته که نمیتونه پدر و مادرش رو به خاطر تو بذاره کنار و مهمتر از همه پول و ثروت پدرشو. زنش رو برداشته و یه مدت رفتن نمیدونم کدوم شهر، ولی گفت که یه ماه دیگه برمیگرده و همه چی رو بهت میگه و سیغه رو باطل میکنه. سرم گیج رفت، حتی یه دقیقم نمیتونستم اونجا بمونم. سوار اتوبوس شدم و با گریه برگشتم خونه. چقدر احمق بودم که دوست داشتنمو نادیده گرفته بود. کارم فقط شده بود گریه. تو این یک ماه چند بار زنگ زد و جواب ندادم. یه ماه بعد برگشت، حتی یک کلمم باش حرف نزدم. طلاق گرفتم، یعنی همون صیغه رو باطل کردم و مهریم رو تمام و کمال داد. به هم گفت که هنوز عاشقمه ولی مجبور بوده که این کار بکنه و هر وقت هر چیزی احتیاج داشته باشم کافیه به زنگ بزنم تا برام آماده کنه. وقتی که رفت بغض کردم و بعد از اون قید ازدواج رو زدم و درسم رو تموم کردم. خونه خریدم و از خونه بابام رفتم. توی شرکتی استخدام رسمی شدم و حقوقم خیلی خوبه. هیچ کم و کسری هم ندارم غیر از دوست داشتن یکی که هنوزم تو قلبمه. با جاریم در ارتباطم، میگه افشین هر روز با زن جنگ و دعوا داره. یه پسر و یه دخترم داره. زن داداش دومش هم تنها زندگی میکنه و شوهرش کلا برای همیشه رفته. مادر افشین به خاطر پادرد شدید پاهاش بی‌حس شده و روی صندلی چرخ داره و نمیتونه راه بره. کیانوش هم برگشته بود ایران، معتاد و کارتون خواب شده بود. تمام دار و ندارش رو باخته بود.
بالاخره درست گفتن که باد آورده رو یه روزی باد میبره. این وسط فقط بین نعیمه و پارسا چیزی نشده بود که من هنوز صبورم و سپردمشون دست خدای مهربون. دوستای عزیزم شاید بگین که چرا ازدواج میکردی؟ تنهایی فقط مختص خداست و زن و مرد در کنار همدیگه کامل میشن. الانم همه چی دارم ولی تنها. بعضی وقتا میگم اگه یه روزی تو خونه اتفاقی واسم بیفته هیچ که خبردار نمیشه. خدا منو از داشتن بچه محروم کرد و تمام این بلاها به خاطر نازایی سرم اومد. کاش یه قانونی برای زنای نازا تصویب بشه تا ما این همه تحقیر نشیم و اتفاق سرمون نیاد. کاش قانونی باشه که توش نوشته بشه زنهای نازا هم انسان هستن، حق زندگی دارن و همه چیز دو بچه دار شدن خلاصه نمیشه. کاش منم فقط یه دختر یا یه پسر داشتم که همدم این روزایی بیکسیم بود. شاید بگین از پرورشگاه میتونستی بیاری. آره، ولی طرف مقابلم مثل پدر و مادر افشی با عقاید غلط چی؟ اونا قبول نمی کردن. ممنونم که داستان زندگی منو شنیدین و همراه هم بود. خواهر کوچیک شما شقایق. همراهان عزیز، چنانچه دوست دارید که تجربیات شما با دیگران به اشتراک گذاشته بشه، میتونید با ما در ایمیلی که در دیسکریپشن نوشته شده در ارتباط باشید.